به نام خداوند همیشه بخشاینده و همیشه مهربان، بینندگان عزیز سلام. امیدوارم همگیتان خوب باشین. از دربار الهی بر همه شما صد و سلامتی و طول عمر را آرزو میکنم. گلسوم عزیز متصدی برنامه رمزهای زندگی. برنامه رمزهای زندگی هر شنبه شب ساعت 6:30 عصر با وقت پاسیفیک استاندارد تایم، یعنی وقت کالیفرنیا و با وقت ایست کوست، از ساعت 6:30 از ساعت 9:30 شب به وقت ایست کوست پخش میشه، که از توجهتان، از مهربانیتان و از همکاری همه شما ممنون هستم. بینندگان عزیز، بازم خداوند شکر میکنم که صحت هستم تا بتانم برنامه امروز که روز شنبه تاریخ 7 ماه سپتامبر است با شما یک جایی برنامه را پیش بریم و بتانیم از این برنامه که عنوانش است یا نام از این برنامه از رمزهای زندگی، از این رمزهای زندگی همه ما شما بیاموزیم و سرمشق زندگی خود این جملات کوتاه و شیرین آموزنده را بسازیم و در زندگی همه ما و شما خوش باشیم، آرام باشیم و به خوشی و آرامی دیگران همیشه باید ما و شما زندگی کنیم و خوش باشیم. دوستان عزیز و نازنین ما میگن تنگ چشمان را به نعمت سیر کردن مشکل است. یعنی کسانی که چشم دیده ندارن و همیشه اینا هر قدر داشته باشن هم فکر میکنن کم دارن، اما خداوند قدر نعمتهای خود بر از اینا ارزانی داده و اینا هنوز هم شکر نمیکنن و ناشکری میکنن و شکران نعمت نمیکنن، به خاطر از اینکه هیچ وقت اینا چشمایشان باز نبوده که ببینن خداوند چی خوبی ها را برشان داده. خب دوستان عزیز، میگن تواضع پیشه بزرگان است، تکبر شیوه فرومایگان. چقدر زیبا، تواضع پیشه بزرگان است، تکبر شیوه فرومایگان. هر قدر که انسان ها تواضع داشته باشه و می یک مثال دیگه است، میگه هر قدر کو بلند باشه با سر خود را داره. هر قدر که ما شما پول و جا و مقام و شان و شوکت همه چیز داشته باشیم، بازم ما و شما احتیاج هستیم، بازم ما و شما ناتوان هستیم، بازم ما و شما دست ما پیش نعمتهای خداوند دراز است که همیشه از خداوند بازم میخواییم که زیادتر داشته باشیم. مگر اینکه وقتی که ما و شما خوبی های را خداوند بر ما داده، نعمت خدا، باید همیشه تواضع داشته باشیم، مغرور نشیم، کبر و غرور نداشته باشیم، که کبر و غرور ما را زوال میکنه و از مو شان و شوکت که ما شما فکر میکنیم که یک چیز هستیم مندازیم ما را. پس بهتر شمیست که میشه انسان ها متواضع باشن و پول و جا و مقام و سرمایه اینا به درد هیچ کس نخورده، به درد هیچ کس ما شما نمیخوره، با خود هیچ چیز نمیبریم، تنها که میریم اعمال و تنها یک کس تکی سفید میبریم. خب دوستان عزیز، میگن تنها زندگی کردن تنها مردن دارد، تنها زندگی کردن تنها مردن دارد. یگان بار انسان ها بسیار دوست دارن که تنها زندگی کنن، این بسیار آموزنده است، یعنی واقعا جالب است. مگر یگان وقت انسان ها بسیار عزیزه که کشمکش ها و کشوگیر ها را آدم در اطراف خود میبینه و زندگی را میبینه، از موجار جنجال ها به خاطر که انسان آرام باشه کوش میکنه که مو تنهایی را اختیار کنه. اما انسان که خوب باشه اگر به تنهایی هم بمیره بازم درد نداره، ایزان که میفهمن که انسان خوب است بازم برش میرسن، بنیادم ازا یک دیگرن، انسان ها بازم به یک دیگر میرسن و کمک میکنن. اما از این که ما شما رفت آمدهایی داشته باشیم، دوستایی داشته باشیم، ایزایی باشیم که باعث رنج و تکلیف و زحمت ما باشن، یا ما باعث رنج و تکلیف و زحمت از اونا شیم، تنها یک طرفه صحبت نمی کنیم، قضاوت نمی کنیم، باید هر دو طرف، شاید که از ما خوششان نبین، شاید که ما را دوست نداشته باشن، شاید که از ما خسته شون. پس بهترش همیست که انسان ها را دم بالا خودش بانه و انسان هیچ وقت تنها مانده نمیتونه، به خاطر از این که میتونه که بر خود بسیار مسئولیت های دیگی را بر خود بسازه، که مثلا صبح که از خواب برمیخیزه، بعد از این که عبادت خداونده میکنه و چای صبح نوش جان میکنه و باز میره یک قدم میزنه و به کارخانه خود میرسه و کتاب میخونه و مطالعه میکنه و
کسایی که در خانه هستن، کسایی کار میکنن 8 ساعت کار میکنن، فول تایم جاب دارن که مصروف زندگی هستن، که 8 ساعت کار کرده و در یک هفته 40 ساعت کار کردن آسان نیست. مگر ما کسایی که تنها هستیم و در خانه و خسته میشیم و پرابلم خلق میکنیم، یا بر ما کسی پرابلم خلق میکنه، بهتر شماست که خودم مصروف نگاه کنیم و همیشه آدم به عبادت باشه، با خدای خود باشه، به مردم خود برسه و از خانه مثلا کارهای بسیار خوب است که والنتیر آدم میره جای کار کنه. ای وزی کادم رفتم ادای بی جای کادم رنج زحمت بته و جگر خون شوه و انسان هایی که دیگه خود نمیشناسن هر قدر که با هم زندگی کنن باز هم انسان ها در حالت تغییر هستن، زود از یکی دیگه زرده میشن و خسته میشن و مشکلات خلق میشه. پس بهترش هم اوست که بر خود آدم کارهای پیدا کنه و مسئولیتی که خود آدم دهش آرام باشه، خوش باشه، بی درد سر باشه، که زندگی ارزش ازیر نداره که بر خود آدم جار و جنجال خلق کنه. حتی میتونه که آدم مثلا بایدت مریضا برای یک شفاخانه بره، یک سی چار مریض عیادت کنه و مخصوصا فامیلای مریضایی که فامیل نداره امرش میتونه بره صحبت کنه، بشینه، فکر از نام دیگه میشه. مثلا در بیرون یک شخص را میبینیم که ناتوان است، پیر است، قدم میزنه، میتونه آدم روش بره قدم بزنه، صحبت کنه. یا غریب یا کملسه میبینه آدم میتونه برش یک چند لحظه بشینه، اگه پیش ما و شما یک مقدار پول بود میتونیم کمکشان کنیم، حداقل یک چند لحظه اونا رو آدم خوش نگاه کنم روشون صحبتای شیرین داشته باشه که من از یک انسان اونا هم درک کنن که این یک انسان دیگه در روی زمین هست که با ما شیشه معاشرت خوب داره. پس هیچ وقت انسان تنها نمیمونه مگر اینکه ما شما اگر بخوایم که خدا از جنجال ها و رفت آمدای بی جای و گپ و گوی خود خلاص کنیم، بهترش هم است که با خود باشیم و کارهای خوبی را بر خود پیدا کنیم که چی ما را آرام نگاه میکنه. تلفن ها روشن شده، وقت بر شما میمونیم. دوستان عزیز، نام خدا بسیار ضرور مساله را از کتاب جناب محترم دکتر صاحب عنایت الله شهرانی امروز چندانیش بیرونویس کردیم که در لابلای تلفن های شما خدمت شما تقدیم میکنم و دوست دارم از شما بشنوم که زمانی که ضرب المثل هایتان میگین یا گفتارهای خوبی را که شما جمع آوری کردین یا با جیزا و طنزها خودتان سرش صحبت کنین، یک کمک سرش زیادتر خودتان بررسی کنین، صحبت کنین، بر ما تشریح بدین که شاید بعضی ما میدانیم اما هر کدام ما پیش خود را تحلیل میکنیم. اگر شما هم بالاش صحبت کنین خوش میشیم که بر ما زیادتر دلچسب می باشه و دلچسبتر میشه. نام خدا همه خطا روشن است. بینندگان عزیز تلویزیون نور سلام بفرمایید. بیننده گرامی روی خط تلفن هستین، سلام بر شما. بله سلام علیکم، نام جاوید است از علمیدام، شما زحمت دادم. جاوید جان من در مثال دارم که بسیار مروج نیست، من تو بله. از مثال خوب است و یا فهمین چی است خوب است. چرا نمیشته میگن که زیر چراغ تاریکی است، زیر چراغ تاریکی است. بسیار خوب. و یک چیز جالب من اعلان شما دیدم، نشته کردن که چاکن در چاست و دیدرش هم نشته کردن با گلسوم عزیز. با گلسوم عزیز در چا میره. جالب هم بسان جالب هم هم تفولی بکن که بسان جالب هم بله. چاکن در چاست با گلسوم عزیز. با گلسوم عزیز بله. بهتر از که باید که کسی که می انتروی برنامه رو جور کرده که من کوره باید وقتش زیادتر میداد. بسان جالب بود. باید مرسا نمیگم بده کنم. خواهش میکنم. جاوید جان گل تشکر از تلفونتان همکارم میشگی برنامه باشین. خداحافظ. تلویزیون نور سلام بفرمایید. بیننده گرامی روی خط تلفن هستین، سلام بر شما. خوار عزیزم گلسوم جان سلام علیک، عبدالله هستم باز خدمت شما حاضر. عبدالله جان گل سلام بر شما، انشالله که خوب باشین با خانواده عزیز و گرامی شما. زبان شما همچنان سلامت باشین. خوار مهربانم، امشب دو موضوع دارم، یکی موضوع ضرب المثل هاست و یکی یک موضوع دیگه بود که یعقوب لیس شما برام وظیفه داده بود. جان بله 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 دام بکنیم. یعقوب لیس سفاری همون بود که قصه نمک حق شناسی نمک بود، نه که مثلا یک انسان نمک شناس چطور پاس نمک یک انسان نگاه میکنن، اما تر یک چیز است نه؟ بله بله بله, بله. میخواییم داستانش از شما بشنویم چیشان قوانینشان. بله بله میخوایم از شما بشنویم. ایره چرا نه بفرمایید. خب میگم که اول خود این بزرگوار بشناسیم که یعقوب لیث یک شخص است که یک عمر با پاکدامنی و عیاری در راه آزادی انسان ها مبارزه کرد.
بسیار عالی. مردانگی و مردانوار زیست و مردانگی به میراث گذاشت. او یک فرزند، یک مرد فرزانا عابد سردار عیار است. بسیار عالی. و امروز او را همه از خرد و کلان و کودک و سال خورده همه میشناسند. و سرزمین ما ایران، بله، ای از جمله آزادی خواهای امیر سرزمین بود. بله. خود از اینا در زرنج سیستان در یک قریه که به نام قرین یاد میشه در اونجا تولد یافته. بله. خود عیاران که در اخیر قرن دوم هجری در بغداد شروع شد و تقریبا در سال 1198 هجری تقریبا 50,000 تن میرسید. بله. عیاران که بود از خود لباس مخصوصی نداشتن، یک لنگی در کمر میبستن و دیگر در گردن خود یک دستمال سرخ یا زرد بستن میکردن. بسیار خوب. اینا نوای سلای بزرگ از اینا فلاخون بود، بغمان که ما میگیم، مردم عامیانه که میگن. بله. او با واسطه زمی جنگ میکرد و در این قسمت مهارت بسیار بزرگ داشتن، تشکیلات بسیار خوب داشتن، تشکیلاتشان منظم بود. بله. که در هر ده نفر یک به نام حریف یاد میکرد و ده حریف یک نقیب میشد و ده نقیب یک قائد یک افسر میشد. اینا ای تشکیلات از اینا بود. اینا فعالیت های دار. اصلا وظیفه از اینا از امایه مردم فقیر و بیچاره بود. بله بله. و اینا را از چنگ و اوکامای بسیار ظالم نجات میدادن و در ضمنن بعض تجارای بزرگی که بود که اینا قیمت فروشی و اینا میکنن از اینا را نجات میدن. بله. این مردم روز به روز قوت گرفت که تقریبا روی از بغداد شد، بالاخره به تمام ممالک اسلامی. بله. شاریاف اینا بسیار یک چی داشتن، آیین نامه بسیار خوب داشتن. بله. آیین نامه از چند مختصر من خدمت برس میکنم. بله. آیین نامه از اینا نوشته بود که آن چی بگویی باید عمل کنی، راستی در قول و فعل نگاه داری، بسیار خوب، دلیر و مردانه باشی و شکیبا در هر کار، صادق الوعد باشین، پاک عورت و پاک دل باشین. بله. زبان ضعیف آزاری نکنین، بر اسیران دست درازی نکنین، چارگان را یاری کنید، بد را از مظلومان دفع کنید. چقدر عالی. بید و راست شنوید و انصاف داشته باشید. در سفره ای که نان میخورد نمک خورده باشه بد نکنه. در این قسمت موضوع نمک است. نمک است یکی خوب برای طعام است که لذت طعام بله درست میکنه. یک چند ضرب المثل در قسمت نمک میگم. می تمام موضوعات حل خواهد کرد. حل میسازه. بله. دوست بله. اول با نمک برای وصف و تعریف شخصی به کار می رود. یعنی زیبا بودن آن شخص است. نمک در ضرب المثل ها معنای مختلف دارد. مثلا نمکی کسی را خوردن به معنای از نعمت خون و سفره و حمایت کسی بهره بردن است. بله بله. نمک پرورده به معنای مدیون و نیز مفهوم خادم خدمتگار پرورده.